بازیگر خوش‌سیمایی که با بازی در نقش‌های مختلف توانایی خودش رو به رخ همه کشیده. از میوه ممنوع در تلویزیون، هیس دخترها فریاد نمی‌زنند در سینما و الان با یاقی. از چهره زیبا تا توانایی بالا همه و همه باعث شده که یک ویدیو ساخته بشه راجع به طناز طباطبایی. لطفاً قبل از هر چیز اگر که این ویدیو رو دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنید. این داستان طناز طباطبایی. طناز طباطبایی در 20 اردیبهشت سال 1362 در تهران به دنیا میاد. پدرش تاجر فرشه و مادرش هم معلم بازنشسته و فقط یک خواهر بزرگتر از خودش داره به اسم لیلا. همیشه به بازیگری علاقه‌مند بوده تا اینکه در سال 81 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد پذیرفته میشه. وقتی که 18 ساله بوده در کلاس‌های آزاد بازیگری شرکت میکنه تا اینکه به یک ماه نرسیده شانس سر خونش رو میزنه و برای یک سریال به کارگردانی سعید سلطانی انتخاب میشه و این اولین تجربه بازیگری طناز طباطبایی. بعد از اینکه پدرش متوجه میشه دخترش علاقه‌مند به بازیگریه و میخواد پا در این عرصه بگذاره، بهش میگه من دوست ندارم تو توی کوچه و بازار بازیگر بشی و بهتره که تحصیلات آکادمیک داشته باشی. به همین خاطر طناز طباطبایی تصمیم گرفت که در دانشگاه کارگردانی نمایش و تئاتر بخونه. تا اینکه در سال 1383 وقتی فقط 21 سال داشت در فیلم دیشب بابا تو دیدم آیدا به کارگردانی رسول سطل عاملی مورد توجه اهالی هنر قرار میگیره و بعد از اون با سریال میوه ممنوعه که در ماه رمضان سال 85 پخش میشه به شهرت میرسه. چیزی که در مورد طناز طباطبایی خیلی مشهود مسیر پیشرفتشه. هر چقدر که زمان بیشتر میگذره اون به بازیگر توانمندتری تبدیل میشه، جوری که تمام فیلماش برای ما قابل باور و لمس کردن میشه. حرفهای زیادی درباره ازدواج طناز طباطبایی زده میشه، ولی باور اون این بوده که ازدواج کردن تا قبل از 30 سالگی عاملی برای محدودیت کارای هنریشه و بعد از 30 سالگی هم نگاهش اینه که ازدواج سنتی رو بیشتر میپسنده. طناز طباطبایی فکر میکرد که برای فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند قطعا سیمرغ بلورین بازیگر زن رو میگیره، اما این اتفاق نمیفته تا اینکه 15 سال بعد یعنی در سال 96 خانم بازیگر تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم ویلایی ها رو دریافت میکنه. اون بعد از 15 سال حضور در سینما در سال 98 و در 36 سالگیش هم اولین سیمرغ بلورین خودش رو به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم شنای پروانه به دست میاره. اما حالا طناز طباطبایی بسیار مورد توجه قرار گرفته برای بازی در فیلم یاقی. شاید میتونه دلیل موفقیتش دوری از حاشیه شبکه مجازی و یا آروم بودنش باشه، اما اینو مطمئنم که هیچ موفقیتی بدون تلاش تو این دنیا به دست نمیاد. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. ممنونم که تماشا کردین.